کجا داریم میریم؟ حالا داریم میریم سمت جایی که من میخوابید. از زمانی که اومدم کله توی قسمت اینجا قد کله نو. آره دقیقا دقیقا. چه سالی بود؟ 2004 بود. بله 2004. اینجا جایی بوده که شبا میخوابیدیم؟ بله بله اینجا که زندگی میکردیم دیگه. زندگیمون اینجا بود. چند نفر بودین اون موقع؟ اون موقع بودیم 40-50 نفر بودیم. 50 نفر ایرانی بودیم فقط. ملیت ها دیگه هم بودن. خب هر که جای خودش میخوابیدن. ایرانی ها جای مشخص داشتن؟ بله 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 اینجا اکثرا ایرانی ها مدیرم توی شهر میخوابیدن. یعنی همین جایی که حالا میریم نشونتون میدم هم اینجا. این توی شهره اینجایی که آره دیگه همینجا. آره اون موقع اصلا ما به هیچ وجه توی جنگل نخوابیدیم. چه مدت اون وقت اونجا بودیم؟ حدود چند ماه. بعد پلیس میگرفت باز دوباره خیلی جا به جا شدیم. خیلی جا به جا شدیم. مستقیم برم؟ آره مستقیم. پلیس میگرفت چیکار شبا جمع میکرد؟ آره میبر یا اداره پلیس یا بازداشت میکرد یا بعضی وقتا میاره از سرنگا سمت چپ لطفا. خب من خسته شده بودم مثل خیلی ها. سالهای سال توی جواز شدن و تو همین هیچ آینده هم نمیدینم واسه خودم. ولی که چرا اومدم واقعا صادقانه بگم توی این جواز شدن و اینکه واقعا تنها چیزی که تو ذهنم نبود پول در آوردن بود. اینکه آزاد باشم. آزاد باشه. اینا جدیدن. رو دیوارا؟ آره. خیلی نوشته ها مال قدیم، مال حالا پاک شدن دیگه. سال 2004 من صحبت میکنم. شاید حالا 14-15 سال پیش. این ردیف رو میبینید ولی جای آتیش اینا که هنوز مرگانیم هست. بعدا دیگه این حسارا رو بستن. اینا باز بود قبلا؟ همه باز بود. همه باز بود تا چند سال پیش هم باز بود. بل بستن دیگه کسی که پناهنده ها نیان اینجا بخوابن. اینجا ما میخوابیدیم روی سکو تا اون ته. بعد سازمانه که میبرد خاص سلام که هنوز هست میمد اینجا غذا میداد. اینجا بود که 50 نفر ایرانی بله بله بودیم. بله فقط ایرانی میخوابیدیم. اینجا جای ایرانی بود. بله 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 بله. خب چه هر کی اینجا جای خودشه. اینجا با هم قاطی نمیشن. حالا به هر حال. ولی بعضی وقتا هم که پلیس اذیت میکرد میرفتیم بالا این بستر ترانسفورماتور مال برقه. اینجا. همین ساختن. آره آره. بعدم خیلی‌ها میزنن اینطور از این مسیر که میرفتن. خب. شب و نصف شب. بستر همینطور از این پله‌ها رو می‌بینید اون روبرو هست. خیلی هست اگه دقت کنید. این پله ها رو میگرفتن میرفتن بالا کامینو شبا میان اینجا به سر صف میکشن واسه اینکه برن تو کشتی اونجا. آره آره شبا خاصه بیشتره. میومدن اینجا میذارن میرفتن تو کشتی به سر یا چادر پاره میکردن از بالا میرفتن یا دری وای وای میکردن دیگه بستگی به زرنگی طرف داشت. میگم هر کس به هر طریقی بود میخواست رد شه. با جونشون بازی میکردن. خیلی هم جونشون از دست دادن. خیلی هم زیر کامیون اکسل که به اسلام میگن قایم شدن رفتن که له شدن. محورای زیر کامیون. آره محور که بهش میگن اکسل به اصطلاح معروفه تو بین پناهنده. خیلی تو له شدن. خیلی من میشناسم. خیلی ایرانی بود، افغانی بود. خیلی ها، آفریقایی ها. کسایی هم بود از دوستاتون یا کسایی که بشناسین بشینن زیر محور رو. یه پسره بود، کرد عراق بود که میشناختم. سلام علیک داشتیم که اون آره به این شکل مر رفته بود به اصطلاح تو محور اون اکسل که بهش میگن. خب. ماشین رفته بود تو فنس به اصطلاح تو همین بندر. چه سرعتگیری داره بالا پایین که میشه این میفته میره زیر لاستیک له میشه دیگه بنده خدا. چند سالش بود اون موقع 24-5 سالش بود حدوداً. بچه‌ها آره سنی دارن میان همه من دارن جنگل داشتم میدن بچه 15-16 ساله داره میاد چیزی که به هیچ وجه من ندیدم تو غربت ایرانی با این سن بیاد چون میدونی تو خانواده نمیذارن بیاد. حالا بدبختی که افغانستانی میاد از بچگی به در مادرش داده از دست داده به شکلی اونم تحت جبر روزگار اون میاد. خیلی من دیدم بچهای بدبختی بچهای افغانی همه زیر سن 10 سال 8 سال من دیدم 7 سال دیدم باور شاید نکنید تو این جنگل میگم همه چیزی دیدیم با مادر تنها پدر مین رفته بود اصلا نمیدونست پدر چیه بدبخت. ولی بچهای من دیدم توی سنی وحشتناک فاجعه اینجاست که بچهای ایرانی من دیدم تنها شما حساب کنید تا اینجا میرسه چه بلایی که سرش میارن اومده بود اینجا 15-16 ساله. این وطنی که اینطور بشه من چیکار میخوام بکنم؟ نه به هیچ وجه. اینجا میبینید توی مسیر میرفتیم داخل این محوطه داخل ساختمون واسه همون کردن توی این ساختمون. آره آره ممنوع بود ولی خواهی کاری میکردیم چون جای دیگه همون نبود باید نظافت میکرد. شما میرفت اینجا؟ دقیقا. آره همومش همینه میخوای ببینید الان دستشویه اون موقع همون باور کنید برای شاید 10-12 ساله دارم میام.
آره حمام و دستشویش اینجا بود. آره. یه قسمت مال راننده هاست. یک سال؟ حدود تقریبا یک سال آره میومدیم چون همون جایی دیگه نبود. مجبور بودیم. بعد پلیس اینا کاری نداشتش که بیاد؟ ممنوع بود ولی میومدیم. بعضی وقتا میگرفتن و مینداختن بیرون. بعد بچه‌ای که اینجا بودین حالا مثلا همون میومن یا نه اینا مریض و اینا میشدن بیرون؟ مریض خیلی شدن اینجا گال گرفتن. مریضی پوستی خیلی زیاد بود. بعد مریضی های به اصطلاح مال معده گست خورد به اصطلاح اسهال خیلی عضو میخوام از مریض امراض معده داخلی خیلی بود خاصه پوستی خیلی بود. بعد چه کار میکردن؟ رستگی پزشکی نه بود؟ پزشکی نه اونجا بود تک و توک دکتر میمد یه به اصطلاح جای دیگه هم هست همین نزدیک تا اینجا با ماشین در دقیقه است در دقیقه هم 5 دقیقه چیه اونجا؟ اونجا بود که به اصطلاح قبلا اونجا دکتر میومد دکتر سیار بود. آها ده تا ایرانی بودیم بردن اون بچه های قدیم بودن که اکثرا بچه جوادی و بچه این برون بر رفتیم اونجا ما از قبل آماهنگ کردیم البته دستبند زده از پشت ها سیقه سمی پولیسی که داره دیدید بلی ضربت امنیت بعد فرستان سفارت ایران با پلیس همراه پلیس و اونجا گفتن که تو محوطه کنسولی هایی رفت و از در پشت تو کنسول گفتن میخوایم برگردین ایران گفتیم نبایم از اینه نکردین که بیم برگردین که گفتن خود زده انقلابی دیگه همه تو مشخص اقیافاتون گفتیم آره دیگه شما که اینطوری میگید فقط تنها اجازه که نداشت نکش دیگه یعنی یه قد داغ کرده بود که آره یعنی یه اجازه رو داشت چون تو میزد آره آره ولی خب آره آره حتما هم اونجا میکش یه تیر میزد بعد گفت که شما خب هیچ چی کارتون کنیم گفتم خب چی دیگه نمیخوایم برگردیم ایران گفت خب برید بیرون دیگه آره همینطوریه بعد دست پلیس از سیقس چون اونجا حق نداره چون خاک ایران محسوب میشه خودتون میدونید دست سیقس تا سیقس گفت اینا ما نمیخوایم چیکار کنیم بابا سیغس هم گرفت برد بیرون گوه هره دیگه چیکار کنیم با شما برید میتونه اونه فیلم بگیری که داره میره پشت کامیون اگه بشتر میتونی ببینین آفریقایی هستن اریتریان اینا همش توجه هست دیگه کسا میخوای فیلم بگیرید همه هستن قبلا اینا نبوده حالا دولایه شده شاید چند سال دیگه به اینا میشه سلایه دیگه در هر جا مسافر از قاچاقچی هم هستی طبیعیه ملیت های خاصی بودن آره بیشتر کرد عراق بودن واسه کردها و ایرانی ها. تو قوم افغان افغانی ها بودن هزارا و پشتون ها خاصه پشتون و تو اریتریه ها قاچاقچی خودشون ها داشتن اتیوپیه ها همینطور سوریه ها همینطور مصری ها همینطور حتی کویتی ها قیمت هاشون هم با هم دیگه متفاوته قیمت جوری؟ قیمت خاصی نداره ببینید شما نیست مغازه برید آقا بدین قیمت خاص داشته باشه هرچی تیغشون بباره هرچی بیشتر بهتر من کسی دیدم اینجا با 100 یورو رفته با 50 یورو رفته با 20 یورو رفته یه پاکت سیگار خریده واسه شون قاچاقچی پول نداشته بی پول بوده گفته یه پاکت سیگار بخواد انداختش تو کامیون رفته انگلیس کسی هم بوده با 5 6 هزار تا 10 هزار تا داده با خانواده مثلا 15 20 هزار تا داده یعنی رفتم به قول معروف زیر کارتون قایم شدیم یه سری کارتون بود مال لباس نمیدونم فکر کنم بار اسپانیایی بود ولی اون دیگه میرفت صد درصد چه معمولا از اسپانیا میاد در انگلیس چون بار با کامیون پر بود به حالت خفگی بهم دست داد خیلی دیگه یعنی آره میگه حالت مری با چشم آدم دیدن با چش دیدن همین بود آره آره زدیم بیرون نه 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 اونو دیگه نمیدونم حالا بیرفتن ایران ما اومدیم بیرون حالت خفیه اون دست ما جونمون عزیزتر بود حالا برای انگلیس این زمستون 2004 اینایی که میگم چند بار همینطور پیش اومد ولی صادقانه بگم من هیچ وقت دیگه پیگیریش نرفتم بعد یه جایی رسیدم هتل فضای دیگه بودم تو یه جایی رسیدم گفتم واقعا به چه قیمتی آسمون همین رنگه خانمی بوده خب من اینجا زیاد دیدم حالا یه موردشو بگم تو همین جنگل مجرد بود مطلقه بود اینجا اومد تو قسمت زنا میخوابید و بچه‌ها جدا میخوابیدن با بچه‌هاشون خب وی صحبت کردیم برای اون بر خب تو این شرایطی هم که هست اینجا دیگه خبری از وجدان و شرف و عرفان نیست خاصه بین قاچاقچی ها دیدن این تنهاست یه خانمی هم بوده یعنی آب و رنگی داشت یعنی چیزی به اندازه یعنی کافی زیبا بود خاصه تونم تو این محیط بین این همه هیولا بعدم اینا صحبت کردن و رفتن خب بعدم خبردار شدم که این بند خدا تن میداد از زور اجبار که به اصطلاح همخوابگی با اینا با قاچاقچی های کرد توی هتلی توی کله توی شهر واسه اینکه رد شه بند خدا یعنی جا داشتن واسه اینکه زنا رو ببرن آره تو هتل خب کسی که قاچاق میکنه به اندازه کافی پول داره یه چای قهوه میشه لطفا ظرف نگیر این پسرتونه آره آره میتونم بردارم آره 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 اسمش چیه؟ کلمان چند سال؟ 7 سال؟ اسم خوره؟ آره 7 و نیم سال
7 سال و نیم میشه. راجع به ایران چیزی میدونه یا میپرسه؟ نه میپرسه گرگا، ولی خب آره کم و کمش توضیح دادم. آره تا حدودی بهش توضیح دادم. خب اینجا هم زیاد قاطی چیز نمی کنم، به خاطر که شرایطی که اینجا داره جبی که کله داره زیاد قاطی مسائل خارجی و پنندی و ایناش نمی کنم. میدونه شرایط شما رو یا اصلا نمیدونه؟ به هیچ وجه بهش نگفتن، نه خودم نه مادرش، به هیچ عنوان نخواستین بگیم. نه شرایط پنندگیم به هیچ عنوان. مفهومم هم برای وطنم و پدر مادرم بود، به اون شکلی که حالا قبلا بودن حالا نیستن دیگه نداره. صادقانه بگم نداره. نه اینکه دوست ندارم، چرا دارمش، ولی خب دیگه اون میلی شدیدی که داشتم واسه برگشت گفتم تا هستن دیگه حالا نیست. راستش رو بگم نیست. غرور شخصیتم از دست دادم، خانوادم وطنمو، و به جاش هیچی به دست نیاوردم. یه شخصیت غرور خرد شده، یه شخصیت لگدمال شده. همین کلش همینه. من کل قربتم همین به شخصا دید خودم.